اقتدا کردن قوم از پس دقوقی پیش در شد آن دقوقی در نماز قوم همچون اطلس آمد او تراز اقتدا کردند آن شاهان قطار در پی آن مقتدای نامدار چون که با تکبیرها مقرون شدند همچون قربان از جهان بیرون شدند معنی تکبیر این است ای امام که خدا پیش تو ما قربان شدیم وقت ذبح الله اکبر می کنی همچنین در ذبح نفس کشتنی تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل کرد جان تکبیر بر جسم نبیل گشت کشته تن ز شهوت ها و آز شد به بسم الله بسمل در نماز چون قیامت پیش حق صفها زده در حساب و در مناجات آمده ایستاده پیش یزدان اشکریز بر مثال راسخیز رستخیز حق همی گوید چه آوردی مرا اندر این مهلت که دادم من تو را عمر خود را در چه پایان برده ای؟ قوت و قوت در چه فانی کرده ای؟ گوهر دیده کجا فرسوده ای؟ پنج حس را در کجا پالوده ای؟ چشم و هوش و گوش و گوهرهای عرش خرج کردی چه خریدی تو ز فرش؟ دست و پا دادمت چون بیل و کلند من ببخشیدم ز خود آن کی شدند همچنین پیغام های دردگین صد هزاران آید از حضرت چنین در قیامت این کفته ها دارد رجوع و از خجالت شد دوتا او در رکوع قوت استادن از خجلت نماند در رکوع از شرم تسبیحی بخواند باز فرمان میرسد بردار سر از رکوع و پاسخ حق برشمر سر برآرد از رکوع آن شرمسار باز اندر رو فتد آن خامکار باز فرمان آیدش بردار سر از سجود و وابده هست کرده خبر سر برآرد او دگر ره شرمسار اندر افتد باز در رو همچو مار باز گوید سر برآر و باز گو که بخواهم جست از تو مو به مو که بخواهم جست از تو مو به مو قوت پا ایستادن نبودش که خطاب هیبتی بر جان زدش پس نشیند قعده زان بار گران حضرتش گوید سخن گو با بیان نعمتت دادم بگو شکرت چه بود دادمت سرمایه هین بن مای سود رو به دست راست آرد در سلام سوی جان انبیا و آن کرام یعنی ای شاهان شفاعت کین لیم سخت در گل ماندش پای و گلیم